بسم الله الرحمن الرحیم. تکبیر گفتن هنگام رسیدن به حجر الاسود. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء عنده وكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم به شتور خود سوار بودند، کعبه را طواف کردند و هر بار به رکن حجر الاسود می رسیدند با چیزی که در دست داشتند به سوی آن اشاره می کردند و تکبیر می گفتند. فایده های حدیث: فایده اول، در این حدیث به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در حج ویدا فرمودند مناسک حجتان را از من تعلیم گیرید، جامعه عمل پوشانیده شده است. فایده دوم، جایز بودن طواف کردن در حال سوار بودن به مرکب. فایده سوم، بیان این مطلب که سنت در طواف این است که وقتی که از نزد حجر الاسود می گذرید باید به آن رو آورده خود را به طرف آن کرد.